21 مارس روز جهانی شعر نام گرفته است. زبان شعر برای اقلیت مسلمان اویغور چین دریچه‌ای برای حفظ زبان اصلی آنان شده است. با وجود آنکه ظلم و ستم دولت چین حتی ادبیات و فرهنگ آنان را نیز هدف قرار داده است. سازمان حقوق بشری نسکشی اویغورها را متوقف کنید گفت که مسلمانان اویغور در منطقه سینکیانگ تحت اشغال چین علا رقم چالش های فراوان و فرسایش فرهنگی که به دلیل قرار گرفتن تحت سلطه حزب کمونیست چین بر آنان تحمیل شده همچنان به نوشتن شعر به زبان مادری خود ادامه می دهند. این سازمان و تعدادی از سازمان های وابسته به اعلام کردند که سرودن شعر برای بسیاری از اویغورها جزء ضروری زندگی روزمره آنان شده است. زیرا شعر در میان آنها به زیبایی و انعطاف معروف است این سازمان حقوق بشری در ادامه افزوده است متاسفانه حتی ادبیات اویغور نیز به نوعی به هدفی برای دولت چین تبدیل شده که در کنار آزار و اذیت مداوم اویغورها و نسل کشی آنان در این شیوه با تلاش برای حفظ هویت فرهنگی آنان صورت گرفته است سازمان یاد شده خاطر نشان کرده که در حکومت تحت فرمان حزب کمونیست چین ادبیات اویغور تحت سانسور شدید قرار گرفته و زبان آنها در مدارس نیز سرکوب می شود این مجموعه حقوق بشری همچنین افزود برخی از اوغورها در اردوگاه هایی که تحت بازداشت دولت چین هستند، شعر را به عنوان وسیله برای برقراری ارتباط با دنیای خارج انتخاب کردند و در روزهای سخت از آن به عنوان چراغی برای اتحاد و امید بهره نمودند. سازمان حقوق بشری نسکشی اوغورها را متوقف کنید در عین حال هشدار داد که دستگیری شاعران که دستگیری شاعران یکی از برجسته ترین جلوه های آزار اذیتی است که اوغورها در معرض آن قرار دارند و به عنوان مثال در سال 2018 معلم و شاعر مشهور ادبیات اویغور گلنسا امین به اردوگاه های کار اجباری در چین اعزام شد